چه گیمر حرفه‌ای باشین یا یه کاربر عادی که دنبال لوازم جانبی با کیفیت، باید برین حتما دنبال محصولات گیمینگ. چرا؟ چون اکثر شرکت‌ها بهترین محصولاتشون رو برای گیمرها می‌سازن. من حمیدم، امروز می‌خوام یه کیبورد و موس گیمینگ از ایدیتا رو بررسی کنم که تازه اومدن تو بازار. ورود به دنیای محصولات گیمینگ به خصوص کیبورد و موس کار هر شرکتی نیست. شما یه نگاهی به برندهای قدیمی و با سابقه این حوزه بندازید، مثل ریزر، کورسر، استیل سریز، لاجیتک، گلوریوس، رد دراگون، کولر مستر و خیلی دیگه. اینقدر این اسما بزرگن که کمتر شرکتی حاضر ریسک کنه و یه برند جدید بیاره تو بازار. حالا ایدیتا که با برند ESPG سالهاست جای پای خودش رو تو حوزه تجهیزات گیمینگ ذخیره سازی محکم کرده، اومده لوازم جانبی ESPG هم مثل کیبورد و موس و هدست و اینا هم عرضه میکنه. جالب بدونید ایدیتا با برند ESPG چند تا لپتاپ هم ساخته که ما چند وقت قبل مدل زنیا XE رو تو دیجیاتو بررسی کردیم. میتونید بعد از این ویدیو برید اونم ببینید. تو این ویدیو میخوام کیبورد سامونر و موس پرایمر از ESPG رو بررسی کنم که بین جدیدترین و بهترین محصولات ایدیتا هستن. کیبورد قیمتش الان بین 2800 تا 3 تومنه، موس هم بین 1 تا 1200. البته آون گفته قیمت اینا رو داره میاره پایین تر. جفتشون هم گارانتی 2 ساله آون دارن که یکی از قدیمی ترین و بهترین شرکت های حوزه IT ایرانه و خیالتون رو تا حد زیادی راحت میکنه از خریدن محصولات. خب از کیبورد شروع میکنیم. کیبورد سامونر یک کیبورد گیمینگ مکانیکی 100% فول RGBه. توش از محبوب ترین سویچ های دنیای گیم، یعنی سویچ های چری MX استفاده شده. کلا این کیبورد 3 مدل سویچ داره. اینی که دست ما رسیده سویچ اسپید سیلوره که خیلی سریع و با کمترین فشار فعال میشه. سویچ قرمز داره که خیلی خطی و نرم عمل میکنه و سویچ آبی داره که پر سر و صدا و کلیکیه. جنس زیر بدن کلا پلاستیکیه ولی روش یه پلیت آلومینیوم خیلی با کیفیت داریم. بعد کلیدا جنسشون از پلاستیک ABS همشون مشکیان، ولی ایدیتا اومده چند تا کپ قرمز هم تو جعبه گذاشته برای کلید جهت‌دار WSD و ویندوز که اگه بخواین حالت گیمینگ بیشتری بگیرید کیبوردتون میتونید اینا رو جایگزین کنید، ولی به نظر من کیفیت خود کپ‌های اصلی از اینا بهتره و همونا رو بهتون پیشنهاد میکنم. یه دونه استراحتگاه مچ دست هم داریم اینجا که توش مموری فوم استفاده شده، خیلی نرمه و به شکل مغناطیسی وصل میشه زیر کیبورد. اگر خیلی تایپ میکنید یا چند ساعت پشت سر هم بازی میکنید این خیلی میتونه کمکتون کنه. جالبه بدونین ایدیتا اینقدر از این کیبورد سامونر خوشش اومده که یه مدل طلاییش هم ساخته. نه رنگ طلایی یا واقعا روکشش از طلاست. قیمتش هم 10,000 دلاره، یعنی میشه خیلی تومن. کیبورد سامونر 7 حالت نورپردازی مختلف داره که هم از طریق نرم افزار پرایم و هم از طریق کلید FN و دکمه چپ و راست میتونید تغییرش بدید. کیفیت کلی کیبورد خیلی خوبه، فقط انگار ایدیتا یه سری ریزکاری ها رو از قلم انداخته. مثلا این دور پلیت آلومینیومی کامل برش خورده و خیلی نرم شده، ولی یه سری جاها رو میبینیم که هنوز تیزن. برای کنترل مالتی مدیا هم یه ولوم فلزی چرخشی خیلی باحال داریم اینجا و یه دونه هم دکمه قطع صدا. یه ویژگی باحال دیگه کیبورد این که رو خودش درگاه USB داره، برای همینم هم با 2 کابل به سیستمتون وصل میشه. این درگاه USB 2 من تستش کردم، سرعتش میرسه به حدود 35 مگ بر ثانیه که سرعت خوبیه. کابل کیبوردم طولش خیلی خوبه، جنسش هم خیلی خوبه، ولی یکم خشکه، یعنی یه مقدار خودتون باید بهش شکل بدین، حالت بدین تا میزتون رو خیلی به هم نریزه. خب بریم سراغ موس پرایمر که با اینکه بین موس های گیمینگ یک گزینه اقتصادیه ولی مشخصات خیلی خوبی داره، مثل سویچ اصلی عمرون، نورپردازی RGB و سنسور پیکس آرت 12000 CPI. اکثر موس های گیمینگ جنس بدنشون پلاستیک ABS ولی این جنسش PBT که خیلی محکم تره. یعنی اگه اینو بذارین کنار موسای گیمینگ دیگه که اکثرا بدن مشبک دارن مثل یه تانک میمونه. طبیعتا وزنش یکم بیشتره، یعنی حدود 100 گرمه ولی متوازن توزیع شده تو بدنه، یعنی وزنش خیلی اذیتتون نمیکنه. ابعادش هم نسبتا بزرگه، یعنی حتی اگه دست بزرگی داشته باشین میتونین با گریپ های مختلف ازش استفاده کنین. یه چیز دیگه هم همین اول بگم، این موس برای افراد راست دست ساخته شده، یعنی اگه چپ دستین باید برین دنبال یه
ماوس دیگه. یه ویژگی دیگه این ماوس هم اینه که با فناوری دبل شات ساخته شده. این فناوری معمولا تو کیبوردهای گران قیمت استفاده میشه که این رنگ کیبوردها و نوشتاری روشون به مرور از بین نره. توی ماوس کمتر از این استفاده میشه، ولی خب ایدیتا استفاده کرده تا ماوسش با دوام تر باشه. نورپردازی RGB ماوس زیر این دو تا نوار کنار اطراف چرخ اسکرول و زیر این لوگوی پرایمر دیده میشه و میزتون رو قشنگتر میکنه. با این دکمه میتونید نورپردازیش رو تغییر بدید و زیرش هم کلن قرمز 4 تا پد تفلون براق هم داره که خیلی قشنگ روی میز سر میخوره. خب بریم سراغ کلیدا. موس پرایمر کلن 7 تا کلید داره که این دوتای اصلی بهترین سویچ های دنیای موس، یعنی عمران استفاده شده توش با طول عمر 20 میلیون کلیک. خیلی هم صدای خوبی دارن، خیلی روون و نرم کار میکنن و صدای اضافه هم نمیدن. بقیه کلیدا معمولی هن، یعنی همین کم نرمن، همین که یکم بیشتر از اون اندازه که باید میرن داخل، ولی خب تو بیشتر موس ها همین جوریه. یه مسئله کوچولو که تو این موس هست اینه که این دوتا رویه کلید اصلی یکم با هم اختلاف دارن و این قسمت جلوی چرخ اسکرول هم یکم تیزه که ممکنه موقع اسکرول کردن یکم اذیتتون کنه، ولی خود چرخ اسکرول خیلی روون و نرم کار میکنه. یه مشکل دیگه هم که من با این موس داشتم این گریپای اطرافش بود، به خصوص سمت راستش. چون روز اول که با موس کار میکنین وقتی میخواین بلندش کنید اینور قشنگ سر میخوره و نمیتونید، ولی به مرور یاد میگین که یکم موس محکم‌تر بگیرید تا بتونید راحت بلندش کنید. و کابلش هم 1.8 متر، خیلی کابل با کیفیتیه. فقط مشکلش اینه که اینم یه مقدار خشکه، یعنی ممکنه گیر کنه به وسایل روی میزتون. خب بریم سراغ کارایی کیبورد. کیبورد توی گیم واقعا عالیه. دکمه ها با کمترین فشار فعال میشن. هر چند تا دکمه هم پشت سر هم بزنید هیچ مشکلی نیست، همشون ثبت میشن چون 100% آنتی گوستینگه. نرخ نمونه گیریش هم 1000 هرتز و تمام اطلاعات رو کامل و سریع منتقل میکنه به سیستمتون. کلی هم قابلیت کی مپینگ و ماکرو داره با 5 تا پروفایل اصلی که البته دیگه خیلی وارد جزئیاتش نمیشم. ولی اگه میخواین از کیبورد سامونر برای تایپ استفاده کنید، پیشنهاد میکنم سویچ های اسپید سیلورش رو نخرین، چون فاصله حرکتشون خیلی کمه، با کمترین فشار فعال میشن و اصلا جای اشتباه براتون نمیذاره. دستتون به هر دکمه که بخوره موقع تایپ میشه و کلی خطای تایپی دارین. میتونید سویچ های قرمز رو بخرید که پرتراولش یکم بیشتره، یا اصلا برید سراغ سویچ های آبی که هم فشار بیشتری میخواد، هم پرتراولش زیاده و هم موقع تایپ کردن کلی سر صدا میکنه، قشنگ میتونید اعصاب همه رو خرد کنید. موس هم توی بازی عالیه. سنسور پیکسارت 3360 که توی این استفاده شده فقط دقتش یکم از مدل پرچم‌دار کمتره. مدل پرچم‌دارم یعنی پیکسارت 3089 که توی موس کولر مستر MM711 استفاده شده بود. توی بازی هم خیلی سریع و دقیق، قشنگ گوش به فرمان شماست، یعنی تاخیر کلیک و تاخیر حرکت و اینا اصلا نداره. توی سریع ترین بازی ها میتونید روش حساب کنید، البته حتما باید مثبت حرفه‌ای هم باش داشته باشید. این دکمه تغییر DPI هم توی بازی مخصوصا بازی های شوتر اول شخص خیلی به درد میخوره. قشنگ با یک کلیک میتونید DPI و دقت رو تغییر بدید و خیلی راحت تر مثلا نشونه گیری کنید. نرم افزار SPG Prime هم کلی تنظیمات مختلف داره برای تنظیم حرفه‌ای ویژگی های موس و کیبورد. اول از همه اینکه چک میکنه ببینه اگه فرمور آپدیتی براشون اومده بود، خودش دانلود میکنه و اینا رو آپدیت میکنه. بعد مثلا میتونید این حالت های تغییر DPI رو توی موس تنظیم کنید، مثلا چه DPI و با چه اختلافی اینا تغییر کنه، یا میتونید مثلا نور پردازی موس و کیبورد از طریق قسمت کنواس با هم هماهنگ کنید. البته کلا نرم افزاره یه مقدار به نظر من هنوز جای کار داره و اینکه یه سری قابلیت پیشرفته مثل کالیبر کردن موس با موس پد یا تنظیم ابعاد موس پد رو نداره. کیبورد سامانر و موس پرایمر دو تا محصول جدید از یه برند نسبتا جدید بازارن. قیمتشون مناسب، مشخصات خوبی دارن، گارانتی 2 ساله آونگ هم دارن. من تو این چند هفته که از اینا استفاده کردم مشکل خاصی باهاشون نداشتم و به عنوان اولین قدم SPG کاملا قابل قبولن. حالا باید ببینیم در ادامه آیا ADATA و SPG میتونن با بزرگا این بازار رقابت کنن یا نه. مرسی که این ویدیو رو دیدین. اگه ویدیو رو از یوتیوب میبینید لایکش کنید، کانال یوتیوب دیجیتال هم سابسکرایب کنید. مواظب خودتون هم باشید.